لیستی که حرف زدم کار من آسان‌تر کردم، برای اینکه به اون مسائل مهمی که باید اشاره میشد کردم و من سعی میکنم در مورد اینکه امروز ما چه به عنوان افراد و احزاب برای فردای ایران باید چکار کنیم و بیشتر برای تکیم. من با شعار ژن ژیان آزادی و با احترام به یاد ژینا و همه جانباختگانی که در طول 43 سال عمر جمهوری اسلامی در به شکل‌های مختلف، چه در زندان، چه در نبردهای پیشمردانه و چه در این خیزش انقلابی جان باختن و اعدام شدن، یادشون رو گرامی می‌دارم. با مرگ ژینا، همون که می‌دونیم دختر کردی که از تبریز به تهران رفت و به خاطر بدحجابی توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی جان باخت، مرگ ژینا شروع تازه‌ای بود. اگرچه دوستان اشاره کردن درها در طول 43 سال گذشته و مخصوصا در دهه اخیر ما شاهد اعتراضات گوناگونی بودیم، اما هیچ وقت و هیچگاه ما شاهد چنین اعتراض گسترده که همه اقشار و همه ملیت‌ها و همه قشرهای متفاوت از نسل جوان مخصوصا و حضور زنان که مسئله حجاب می‌دونیم که یکی از پایه‌های اساسی سرکوب و نماد و سمبولی بود که جمهوری اسلامی با این ابزار سالها زنان را سرکوب کرد و این را به عنوان یک برگ برنده و افتخار همیشه مطرح میکرد، نه تنها زنان ایران بلکه زنهای نماینده های کشورهای دیگه هم که ایران سفر میکردن باید حجاب و پوشش اسلامی رعایت میکردن. با مرگ ژینا و بدرست در شهر سقز و به هنگام خاکسپاری ژینا، زنان انقلابی کرد روسری هاشان را برداشتن و به آتش کشیدن و این شروعی بود برای زنان ایران که 43 سال است سرکوب می شوند تا این انقلاب با نماد ژینا و با شعار خواسته های زنان و با محوریت آنها شروع بشه و نه تنها در ایران بلکه خیلی سریع سرتاسر دنیا رو گرفت. امروز ژینا و شعار ژن ژیان آزادی شعاری است که همه با آن آشنا هست. در این جنبش که جنبشی است واقعا منحصر به فرد که دارای ویژگی‌هایی است که همونطور که دوستان اشاره کردن اگرچه فراتر از مرزها و هویت‌ها رفته، ولی در عین حال ما می‌بینیم که در هر جایی و مخصوصا در کردستان و بلوچستان از آغاز تا امروز این خیزش و اعتراضات ادامه داشته، در حالی که هر کدام دارای ویژگی‌های خود می باشه ولی در این حال تلاش می کنه که یک صدا باشه برای عبور از جمهوری اسلامی. ما نمی توانیم هویت‌های ملی، جنسی و بقیه هویت‌های دیگر را در ایران نادیده بگیریم و تلاش کنیم با یک سانسازی یا اینکه یک ملت فقط وجود داره در ایران و به نام ملت ایران ما دوباره خواسته ها و نیازهای ملت ها و مردم و اقشار دیگر را سرکوب کنیم. در این جنبش ما می‌بینیم که زنان خواسته های خودشان را دارند، در حالی که زن کرد که صدا می‌زند و خواسته های خود را به عنوان زن مطرح می‌کنه، اما به عنوان کرد هم خواسته هایی دارد. در بلوچستان در حالی که سرکوب دینی به شدت بوده و شاید این مسئله در اونجا خیلی برجسته باشه، اما در این حال زنان و مردان بلوچ برای حقوق ملیشان کار میکنند و مبارزه میکنند. کارگران، جنسیت‌های مختلف، دیگر جنس‌ها و همه اقشار ستمدیده، دانشجویان، معلمان و همه قشرهای دیگر جامعه در هر نقطه از ایران ما صدای آنها را به وضوح می‌بینیم که
همچنان که برای هویت‌ها و خواسته های خودشان تلاش می کنند، اما در تلاش نیستند که همدیگر را سرکوب کنند و این بسیار جالبه. اگر تا دیروز در خیزش هایی که یا جنبش ها و اعتراضاتی که در ایران بود فقط منحصر به قشری بود و یا خواسته های محدودی داشتن، امروز خواسته هایشان از جمهوری اسلامی و از بسیاری از خواسته هایی که زیر لوای اصلاح طلبی اینها داده می شد امروز از اینا عبور کرده. خواسته های آنها برچیدن کل نظام جمهوری اسلامی است. خواسته های آنها آزادی و دموکراسی. اینا قشری هستند که به قشر سوسیال میدیا معروفند، آشنا هستند به همه زندگی ها و به همه سیستم هایی که امروز در دنیا هستند و نمی توان دیگر آنها را فریب داد. اگر در انقلاب 57 بعدن مردم گفتن ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم، امروز باید به خیلی ها بگیم ما انقلاب نمی کنیم که به خیلی عقبتر برگردیم. امروز بسیار مهم است که ما با در نظر گرفتن همه این هویت ها تلاش کنیم تا راه چاره پیدا کنیم. دوستی امروز در فیسبوک اینو نوشته بود، سخنی از شارل دو مونتسکیو: در حکومت جمهوری تمام مردم با هم مساوی هستند، در حکومت استبدادی هم مردم با هم برابرند، زیرا در اولی کسی همه کس همه چیز است، ولی در دومی هیچ کس هیچ چیز نیست. برای اینهایی که وکیل میخواهند باید بگوییم امروز مردم ایران وکیل نمیخواهند. اونا در حالی که میدانند در خیابان کشته میشوند، زندان و اعدام و شکنجه در کمینشان نشسته، ولی فریاد میزنند و خواسته هایشان را میگویند. ما نمیتوانیم نسبت به اینها بیتوجه باشیم. نمیتوانیم بار دیگر دم از دموکراسی، دموکراسی امروز یکی از پایه های اساسی در قرن 21 این چیزی نیست که ما کسی ببخشه. برای اینکه دموکراسی اساس اگر غیر این باشه یا جمهوری اسلامی یا داعش یا طالبان، به خاطر اینکه دموکراسی اساسه، پس ما حتما در آینده ایران دموکراسی به عنوان یک اساس باشد. اما این جنبش و این انقلاب تنها منحصر به یک حزب و یک سازمان و شخص نیست، بلکه باید بتواند همه سازمان ها، گروه ها و شخصیت ها، اگر امروز در داخل نمیتواند اما در خارج از کشور، ما میتوانیم با قبول کردن همدیگر در کنار هم این تفاوت ها و این همه رنگی و این تنوع ملی و جنسی به رسمیت بشناسیم تا بتوانیم برای آینده ایران تصمیم درستی بگیریم. ما نمیتوانیم فقط بر یک ملیت بودن و یک پارچگی تأکید کنیم. هیچ چارچوب و مرزی اهمیت ندارد، یا میتوانیم بهتر اینو بگیم که هیچ چارچوب و مرزی مهم نیست اگر کرامت انسانی و حقوق انسانها در آن به رسمیت یا محفوظ نباشد. ما نمیتوانیم تأکید کنیم بر یک پارچگی ایران اما در آن منکر واقعیتهایی باشیم که هستند. ما امروز میبینیم کردستان و بلوچستان در حالی که به حاشیه‌نشین معروف بودند و خیلی وقتا اینو میگفتن که اینا حاشیه‌نشین هم، چون به خاطر اینکه در فقر جمهوری اسلامی به ام و قبل از اونم رژیم پهلوی از لحاظ اقتصادی این استانها و این مراکز در فقر اقتصادی به سر میبرن، ما شاهد کولبری و سوختری هستیم که روزانه جمهوری اسلامی اینها رو هم میپاشه. برای لغمنان اینها مجبورن. ما افتخار نمی کنیم که در کردستان کولبری هست، همچنان که در بلوچستان سوختری هست. اینها همه دستاوردهای حکومت جمهوری اسلامی است. به همین دلیل ما باید در تلاش باشیم که ائتلافی درست کنیم که بعد جمهوری اسلامی بتواند همه این تنوعها را در خود جای بدهد. در غیر این صورت یک پارچگی ایران خواب ماهی است. نمیتوانیم تأکید بر یک پارچگی کنیم اما این تنوعها را به رسمیت نشناسیم. من سخنانم را کوتاه میکنم و میگویم امروز زنان و خواسته هایشان محور اصلی است و در کنار آن جوانان و همه ملیت ها. امروز در داخل ایران
تلاش نمی شود که ملیت ها و هویت ها یکدیگر را سرکوب کنند، بلکه در کنار هم فریاد می زنند. همچنان که در کردستان می گویم کردستان گورستان فاشیستان، در بلوچستان هم فریاد می زنند برای آزادی و برابری. و ما باید از اینها یاد بگیریم و این می تواند برای همه ما، چه به عنوان احزاب و چه شخصیت ها، در نظر گرفته شود. و امروز نیازی نیست، در حالی که مردم ایران و جوانان دهه 80 و 90 در خیابان ها و در سطح خیابان ها مبارزه می کنند و قربانی می شوند، ما نیازی به وکیل نداریم. مرسی. Thank you.